کلیات لایه بودجه 510 هزار میلیارد تومانی امسال که با دو ماه تاخیر در بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد 128 نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع 24 نماینده حاضر در جلسه در حالی به کلیات لایه بودجه 91 رأی مثبت دادند که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تنظیم بود بودجه به قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانه ها توجهی نشده نتیجه این بیتوجهی را بی مالی عنوان کرد که حاصلی جز افزایش نرخ تورم و تشدید بحران بیکاری در جامعه ایران نخواهد داشت با وجود آنکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از افزایش 35 درصدی وابستگی بودجه 91 به درآمدهای نفتی خبر میدهد نادر قاضی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودجه امسال را به سیلی تشبیه کرده که گو گوش ضعیفان را کر می کند به گفته وی بودجه 91 ضد تولید ملی است و به نفع ثروتمندان تنظیم شده است از دید امیر تاهرخانی نماینده قزوین در مجلس بودجه ارائه شده از سوی دولت فاصله طبقاتی را افزایش می دهد و موجب افزایش 100 درصدی قیمت ها می شود کلیات لایحه بودجه امسال در شرایطی تصویب شد که به گزارش خبرگزاری مهر در بررسی کلیات بودجه سال 91 نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختارهای متعددی را در مورد مشخص نبودن سقف هزینه ها و درآمد لایحه بودجه اعلام کردند و خواستار توقف بررسی کلی آن در صحنه علنی مجلس شدند هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رأی کمیسیون تلفیق بودجه در زمینه سقف درآمدها و هزینه ها پیشنهاد معترضان را رد کرد وفا زربهاری صدای آمریکا